سلام بر شما، به خبر 20 خوش آمدید. رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از علما، امامان جمعه و مدیران مدارس علمیه اهل سنت سراسر کشور، عزت امت اسلامی جز با اتحاد میسر نیست. از واجبات قطعی امروز حمایت از مظلومان غزه و فلسطین است. این نمیشه که من خودم رو مسلمان بدونم اما از رنجی که یک مسلمان در میانمار یا در غزه یا در هند یا در فلانجا میکشه خودم رو غافل بدونم. رئیس جمهور در نخستین نشست خبری ابر پروژه نرم افزاری دولت 14 ایجاد انسجام، وحدت، امید و به صحنه آوردن مردم و از بین بردن ناامیدی است. آقای پزشکیان عزم دولت در افزایش قدرت خرید و بزرگ شدن سفره مردم جزم است. هم در برنامه بودجه دارن تلاش میکنن، هم در کمیسیون اقتصادی ما هر هفته روزهای شنبه جلسه داریم براش فکر میکنیم که چگونه و چه باید بکنیم که سفره مردم حداقل اون قوت معمولی زندگیشون با مشکل مواجه نشه. تأکید رئیس جمهور بر تعامل با جهان با اولویت تقویت روابط با همسایگان. آقای پزشکیان در دنیا کسی جلوی نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را نمی‌گیرد و اروپا و آمریکا هم به آنها بمب و موشک می‌دهد. دنیا واستاده در مقابل دیدگان دنیا، اونجا دارن نسل‌کشی می‌کنن، هیچ کم جلوشون نمی‌گیره. تصویب قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی برای سال آینده در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، افزایش 3 تا 11 هزار تومان در هر کیلوگرم. گلزار رو 41 هزار تومان، سویا رو 43 هزار تومان، آفتابگردان رو 36 تومان، جو رو 13500 تومان و ذرت رو هم 13500 تومان. سوءقصد دوباره به جان ترامپ با گذشت 2 از ترور نافرجام، قوت گرفتن تردید آمریکایی ها درباره نقشه احتمالی در آستانه انتخابات. به نظر من شرایط جامعه امریکا اصلا خوب نیست. این داستان شبیه اقدامیه برای نجات یک بازنده، به هر حال داستان عجیبیه. و آخرین نبرد تیک تاک برای بقا در دادگاه فدرال آمریکا، جلسه سرنوشت ساز برای رهایی از قانون منجر به ممنوعیت فعالیت در آمریکا یا فروش. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، با مشروع بخش خبری ساعت 21 در خدمت شما هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز در دیدار جمعی از علما، امامان جمعه و مدیران مدارس علمیه اهل سنت سراسر کشور، حفاظت از هویت گرانسنگ امت اسلامی را ضروری خواندند و با تاکید بر اهمیت وحدت اسلامی و تلاش‌های بدخواهان برای مخدوش کردن آن گفتند موضوع امت اسلامی به هیچ وجه نباید فراموش شود. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که به مناسبت آغاز هفته وحدت و ایام سالروز ولادت با سعادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد گفتند من سالهاست بر روی واژه امت اسلامی بالخصوص متعمدن تکیه میکنم که ما فراموش نکنیم که یک امتیم. بله بعضی ایرانی هستیم، بعضی عراقی هستیم، بعضی شامی هستیم و غیر ذالک، لکن این مرزها حقیقت امت اسلامی رو تغییر نمیده. همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو نسبت به هویت واحده ای که اسمش امت اسلامی است بی‌تفاوت کنه. این نمیشه که من خودم رو مسلمان بدونم
اما از رنجی که یک مسلمان در میانمار یا در غزه یا در هند یا در فلان جا میکشه خودمو غافل بدونم. این امکان نداره، این خلاف تعالیم اسلامی و اصول اسلامی است. ممکنه شما به شخصه نتونید یک کاری به کمک او انجام بدید، اما همدلی و همدردی یک حقیقتی است، این باز وجود داشته باشه. ما همه تلاشمون، بنده بیشتر تلاشم همتم در زمینه مسائل شیعه و سنی و این مسائلی که وجود داره در کشور ناظر به این جهته که ما عنوان امت اسلامی رو فراموش نکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی علمای اهل سنت را به تکیه بر هویت اسلامی و امت اسلامی فراخواندند و با اشاره به طراحی ها و فعالیت های سابقه دار بدخواهان برای دامن زدن به اختلاف های مذهبی در جهان اسلام به ویژه در ایران خاطر نشان کردند. آنها با استفاده از ابزارهای فکری، تبلیغی و اقتصادی به دنبال جداسازی شیعه و سنی در کشور ما و هر منطقه دیگر اسلامی هستند و با اقداماتی همچون وادار کردن افرادی از طرفین به بدگویی، به لجاجت و اختلاف دامن میزنند. حضرت آیت الله خامنه ای علاج و راه مقابله با این توطئه ها را تکیه بر وحدت خواندند و تاکید کردند موضوع وحدت نه یک تاکتیک بلکه یک اصل قرآنی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابراز تأسف از برخی اقدامات دانسته یا نادانسته برای مخدوش کردن وحدت شیعه و سنی گفتند البته با وجود انبوه توطئه ها جامعه اهل سنت ما مجدانه با این انگیزه های خصمانه مقابله کرده است که گواه آن 15,000 شهید اهل سنت در دفاع مقدس و مقاطع دیگر و شهادت جمع زیادی از علمای اهل سنت در راه حق و انقلاب است. حضرت آیت الله خامنه ای دستیابی به هدف مهم عزت امت اسلامی را جز از راه اتحاد میسر ندانستند و گفتند امروز یکی از واجبات قطعی حمایت از مظلومان غزه و فلسطین است و اگر کسی از این تکلیف سرپیچی کند قطعا نزد پروردگار مورد سؤال قرار خواهد گرفت. در این دیدار مولوی عبدالرحمن چابهاری از علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه چابهار، مولوی عبدالرحیم خطیبی از علمای اهل سنت استان هرمزگان و امام جمعه قشم و ماموستا عبدالسلام امامی از علمای اهل سنت آذربایجان غربی و امام جمعه مهاباد با تقدیر از رویکردهای وحدت آفرین جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب و حمایت‌های ایشان از جامعه اهل سنت بر تقویت زمینه‌های وحدتزا و استفاده از ظرفیت‌های بومی به خصوص در مناطق سنی نشین برای پیشرفت کشور تاکید کردند و موضوع مقابله با جریان‌های تکفیری و افراط‌گرا را نیز یک ضرورت دانستند. رئیس جمهور در اولین نشست خبری خود به سوالات خبرنگاران و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی پاسخ داد. در بخش داخلی ناترازی اقتصادی، سفره مردم و سامادهی فضای مجازی و در بخش خارجی وحدت مسلمانان، فلسطین و غزه و همچنین همکاری‌های راهبردی با چین و روسیه مهمترین موضوعات این نشست بود. 300 خبرنگار از 150 رسانه داخلی و خارجی در این نشست حضور داشتند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسائل اقتصادی و راهکارهای حل مشکلات معیشتی مردم محور اصلی سوالات خبرنگاران در نخستین نشست خبری رئیس جمهور. ما الان گروه‌های دانشگاهی، کارشناسا و یک سری از خبرگان رو گذاشتیم در این رابطه کار کارشناسی بکنم. هم در برنامه بودجه دارن تلاش می‌کنن، هم در کمیسیون اقتصادی ما هر هفته روزهای شنبه جلسه داریم براش فکر میکنیم که چگونه و چه باید بکنیم که سفره مردم حداقل اون قوت
معمولی زندگیشون با مشکل مواجه نشه. رئیس جمهور از برنامه دولتش برای ایجاد عدالت آموزشی در سراسر کشور خبر داد. قابل قبول نیست که کسانی که تو مناطق محرومن نتونن دانشگاه بیان و بعد کسانی که حالا با پول و مدارس ویژه میان بالا بتونن تمام کرسی‌ها رو بگیرن. حالا اون بحث رو داریم اونجا ادامه میدیم، تو شورای انقلاب فرهنگی بحث رو شروع کردیم با برادران سازندگی در سپاه و قرارگاه خاتم و بنیاد مستضعفان و چند نهادی که زیر نظر مقام معظم رهبری و برنامه و بودجه مدیریتش یه تصمیم گرفتیم که با حرکت بسیجی تمام شهرهایی که منطقه محروم هستند و مدرسه ندارن براشون برنامه بنویسیم و مدرسه‌شون رو به صورت بسیجی در عرض یک سال همه‌شون رو حل کنیم. آقای پزشکیان در این نشست از ساماندهی فضای مجازی در آینده‌ای نزدیک خبر داد. دارن برنامه رو می‌نویسن که بتونیم با اون جریانات روند رو صحبت کنیم که انشالله تا اون چارچوب‌هایی که هست از بین ببریم. این الان در دستور کار و جمع‌بندیش رو تو شورای امنیت هم صحبت خواهیم کرد، اون فضای مجازی و پیگیریم که اجرایش بکنیم. اولویت‌های سیاست خارجی و نحوه تعامل با دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه محور دیگر سوالات از آقای پزشکیان بود. باور به اعتقادم اینه که ما با هم برادریم. اصلا چرا باید با هم رفت آمد نداشته باشیم؟ چرا باید با هم اختلاف داشته باشیم؟ هر حرکتی بتونه ما رو به همدیگه نزدیکتر بکنه من شخصا از اون استقبال میکنم. آقای پزشکیان در این نشست درباره ایده‌اش در تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی و ایجاد وحدت در میان مسلمانان هم توضیح داد. وقتی ما میتونیم راحت با همدیگه تونستیم راحت با همدیگه رفت و آمد کنیم، یعنی امنیت همدیگه رو حفظ کردیم، یعنی اقتصاد و فرهنگمون رو توسعه دادیم، یعنی بازار رو رونق دادیم، یعنی یک جمعیتی شدیم با هم، نگاه و زبان مشترک پیدا کردیم و در ضمن یک قدرت بزرگی در منطقه میشه. آقای پزشکیان از توسعه روابط با چین و روسیه هم گفت. مطمئناً ما با چین یک شریک کاملاً در حقیقت همراه و استراتژیکی خواهیم بود و این رو تقویت خواهیم کرد. موافقت نامه مشترکی هم که در رابطه با اون تعهد 25 ساله نوشته شده یکی از جاهایی است که میتونیم رو اون متمرکز بشیم، عملیاتی بکنیم. اینجوری نیست اگر با دنیا بیایم گفتگو کنیم، صلح کنیم، معامله کنیم، دوستامونو فراموش میکنیم. هم همسایه ما هست روس، هم ارتباطات اصطلاح مناسبی از نظر اقتصادی اجتماعی و راهبردی با هم داریم. من مطمئنم اگر ما در کشورهای همین بریکس و یا منطقه‌ای که وجود داره با هم تعامل بکنیم، اون تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که اونا میخوان بر ما تحمیل بکنن نخواهد توانست اثرگذار باشه. و پاسخ رئیس جمهور به سؤالی درباره حمایت‌های ایران از محور مقاومت و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی. اما این که ما با هم هماهنگیم، به همدیگه کمک میکنیم، با اسرائیل که داره نسل کشی میکنه، زن و بچه و پیر و جوان رو میکشه، نسبت به اون اعتراض داریم، یک نگاه مشترکی است. بالاخره دنیا واسطه در مقابل دیدگان دنیا اونجا دارن نسل کشی میکنن، هیچ کم جلوشون نمیگیره. آمریکا و اروپا هم به اونا هم موشک میدن، هم بمب میدن، هم هواپیما میدن، هم دفاع میکنن. خب اگه اینا نسبت به اسرائیل و امنیتش نگرانن، چرا به غزه و فلسطین و آدمایی که اینا ترور میکنن به اینا نگران نیستن؟ و سخنان رئیس جمهور درباره واکنش ایران به میهمان کشی صهیونیست ها. کاری که اسرائیل الان تو منطقه داره انجام میده و اون کاری که با ترور اسماعیل هنیه در ایران شکل گرفت، اونا دلشون میخواد ما رو به یه جنگ منطقه‌ای بکشن تا اینکه آرامش در منطقه ایجاد بشه و ما تا حالا خویشتنداری کردیم، ولی حق دفاع رو بر خودمون در زمان مشخص و محل خود مشخص و روش‌هایی که ممکنه داشته باشیم رو محفوظ میدونیم. برنامه دولت 14 برای مذاکره و رفع تحریم‌ها محور دیگر سخنان رئیس جمهور در این نشست بود. با آمریکا و اروپا در همون چارچوبایی که توافق کردیم ما پایبندیم. ما به دنبال سلاح اتمی نیستیم، اونا هستن که دارن ما رو تهدید میکنن.
اونا هستن که میگن موشک نداشته باش. خیلی خب، ما موشک نداشته باشیم، اسرائیل رو خل سلاح کن. ما موشک نداشته باشیم مثل غزه، بعد هر وقت دلش خواست بمبو بریزه تو کله ما و بعد اگر خواستیم حرف بزنیم میگن خفه شی. در مقابل قدرت باید قدرت داشته باشی بتونی بمانی. ما برای حفظ امنیت مردممون، کشورمون، نیاز به قدرت دفاعی از خودمون داریم. رئیس جمهور همچنین از سفر خود در هفته آینده به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد و گفت پس از آن اولین سفر استانی دولت 14 آغاز خواهد شد. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما. بیش از 700 هزار پیشتابستانی سال تحصیلی خود را با جشن قنچه ها آغاز کردند. 1.5 میلیون کلاس اولی هم از فردا راهی مدرسه می شوند. اومدم دوستای جدید پیدا کنم، درس بخونم تا تلاش کنم موفق بشم، سه زیادی پیدا کنی. خواب به رفت کلاس، همان جورابم کجاست؟ چه حسی داری اومدی مدرسه سواد یاد بگیری؟ حس خیلی خوبی. اومدم اینجا درس بخونم و با بچه ها دوست بشم. اومدم اینجا که درس بگیرم برمون با سواد. آیلین، امروز چه جوری پا شدی اومدی مدرسه؟ چه حسی داشتی؟ خودم بیدار شدم، خیلی خوشحالم. ساعت 6 پا شدم، صبحانه خوردم، اومدم مدرسه. اومدم مدرسه یه دونه رفیق پیدا کردم. خب اینجا بشم با سوا بشم اسمم برمیسم. من از صبح بیدار شدم، خیلی خوشحال بودم اومدم مدرسه. اینجا پیشتابستانی. قراره چه کارهایی انجام بدین؟ رنگ مواجی و کاره بافتره که بهمون همه چی راد میدن، کازلنگی، همه چی بازی میکنن. کلی دوست جدید پیدا کردم. رئیس پلیس راهور از افزایش 20-30% ترافیک صبحگاهی در کلان شهرها با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس خبر داد. سردار حسینی بر نظارت ایمنی خودروها و صلاحیت رانندگان سرویس های مدارس تاکید کرد. ایمنی تردد دانش آموزان به عنوان یکی از اولویت های جدی پلیس محسوب میشه و بعد از اون هم ساماندهی و تعیین تکلیف سرویس مدارس. هرچند که متولی موضوع سرویس مدارس وزارت آموزش و پرورش است و مشخصا مدارس در واقع متولی و متکفل موضوع سرویس مدارس هستند، ولی پلیس حتما نظارت جدی خواهد داشت بر استفاده از خودروهای ایمن دارای معاینه فنی بدون عیب و نقص و حتما شرایط راننده رو هم در واقع ما کنترل خواهیم کرد که این راننده فرد موجه و حائز شرایط باشد برای اینه که مسئولیت عیاب و زهاب و جابجایی تعدادی از دانش آموزان عزیز رو میخواد به عهده داشته باشه. دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان عالی قضایی: از همه ظرفیت ها برای مبارزه با فساد استفاده کنید. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی تاکید کرد غفلت از مبارزه با مفاسد اقتصادی به اعتماد عمومی ضربه میزند. در خصوص مسئله امنیت، تاکید رئیس قوه قضاییه بر تأمین امنیت و حفظ آرامش مردم در جامعه، امنیت روانی مردم، امنیت سرمایه گذاری، باز از این ما غفلت نکنیم. گاه و بیگاه ما مسائل رو با هم نمی بینیم.
لذا یه مقداری یک محور ممکنه جلو بره، یک محور عقب بمونه، وقت هماهنگ نباشه باز اهدافی که مورد نظر هست بهش نمیرسیم. آقای محسنی اژه این را هم گفت که مجاهدت های نیروهای امنیتی انتظامی و قضایی کشور توطئه های دشمنان را خونسا کرده. از قبل از انتخابات مجلس تا به امروز فوق العاده دشمنان از هم خورده ما تلاش کردند، برنامه‌ریزی کردند، اختصاص و اعتباراتی براش در نظر گرفتن، تجهیزاتی گرفتن، تعلیماتی دادن برای عوامل خودشون که بتونن کشور رو ناامن بکنن. و شما دیدید که به حمدالله به فضل پروردگار بسیار از اینها با این مجاهدات ها با این تلاش های میگم همه نیروهای مسئول و از جمله خود دادستان های ما، قضات ما و غیره، اینها خیلیش خونسا شده. چون خونسا شده دیده نمیشه. رئیس قوه قضاییه به مسئولان عالی قضایی دستور داد از همه ظرفیت ها برای مبارزه با فساد استفاده کنند. فساد مصریه، فساد از درون نابود میکنه، از درون تهی میکنه انسان را. از مبارزه با فساد در عرصه های مختلف، چه مسئله اقتصادی باشه، چه مسئله فرهنگی باشه، چه مسئله سیاسی باشه، چه مسئله امنیتی باشه، غافل نشیم. آقای محسنی اژه‌ای تاکید کرد غفلت از مبارزه با مفاسد اقتصادی به اعتماد عمومی ضربه میزند. گاهی وقتا یک مسئله اقتصادی و فساد اقتصادی مشکلات به بار میاره، بی اعتمادی ها به بار میاره، ناامیدی ها به بار میاره، اختلافات طبقاتی رو زیادتر میکنه. تعامل و همکاری مسئولان قضایی با دولت برای حل مشکلات مردم از دیگر محورهای مطرح شده در نشست شورای عالی قضایی بود. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما. شکار یک پهپاد دیگر آمریکایی در آسمان یمن. نیروهای پدافندی ارتش یمن یک فروند پهپاد آمریکایی MQ-9 را در آسمان استان زمار منهدم کردند. این پهپاد 14th فروند از پهپادهای متجاوز آمریکایی است که در یمن سرنگون می شود. MQ-9 از پهپادهای گران قیمت ارتش آمریکا است که برای جاسوسی طولانی مدت در ارتفاع بالا طراحی شده است. رهبر حماس در پیامی خطاب به دبیرکل جنبش انصارالله یمن از پشتیبانی این کشور از مقاومت نوار غزه تشکر کرد. یحیی سنبار رسیدن موشک‌های جبهه یمن به عمق سرزمین‌های اشغالی و عبور آنها از پدافند دفاعی و سامانه‌های رهگیری رژیم صهیونیستی را تبریک گفت و تاکید کرد مقاومت خود را برای نبردی فرسایشی آماده می‌کند و اراده سیاسی دشمن را هم مانند اراده نظامی آن در هم خواهد شکست. پیام سنوار به عبدالملک الخوصی پس از آن منتشر شد که انصارالله یمن از آغاز مرحله پنجم عملیات ضد صهیونیستی خود در حمایت از مقاومت در نوار غزه خبر داد. روزنامه جروزالم پست چاپ سرزمین‌های اشغالی پس از حمله موشکی موفقیت‌آمیز یمن به تل‌آویو نوشت اسرائیل باید در راهبرد خود بازنگری کند. این روزنامه اذعان کرد هدف قرار گرفتن تل‌آویو و سوگ یمنی‌ها نشان داد توان بازدارندگی اسرائیل در برابر دشمنان از دست رفته است. همچنین امید مسئول سابق شاباک به تلویزیون I24 رژیم صهیونیستی گفت حمله موشکی یمن از نظر تاکتیکی و راهبردی موفقیتی برای این کشور و شکستی برای اسرائیل بود. وی اذعان کرد موشک یمنی ها با عبور از سامانه های دفاعی متعدد و چند دایه به تل‌آویو نفوذ و خسارت هایی به این شهر وارد کرد. مسئول سابق شاباک این را هم گفت که
عملکرد کابینه کنونی اسرائیل در مقابل محور مقاومت نشان می‌دهد که ما می‌ترسیم و نمی‌توانیم اقدامی راهبردی علیه دشمنان خود انجام دهیم. کانال 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم گزارش داد برای هدف قرار گرفتن موشک یمنی‌ها تعدادی موشک رهگیر از دو سامانه دفاع هوایی شلیک شد، اما هیچ یک به آن اصابت نکرد. یائیر گولان رئیس حزب کار رژیم اسرائیل گفت اصابت موشک به تل‌آویو همزمان با ادامه جنگ در غزه و شمال نشان داد ما وارد جنگی بی پایان شده و به سوی پرتگاه در حرکتیم. بر اثر بمباران اردوگاه آوارگان در خان یونس 6 نفر شهید و چند تن دیگر زخمی شدند. این جدیدترین جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه است. منابع فلسطینی تصاویری از شوکه شدن پدری منتشر کردند که از روی لباس پیکر فرزند بی سرش را تشخیص می‌دهد. صهیونیست‌ها امروز بارها اردوگاه نصیرات و شهر غزه را بمباران کردند، حملاتی که ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشت. بیت هانون، بیت لاهیا و رفح از دیگر مناطقی بود که هدف حمله قرار گرفت. شمار کل شهدا به 41226 نفر و شمار زخمی‌ها به 95413 تن رسیده. در کرانه باختری هم علاوه بر حملات نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف و بازداشت 20 نفر، شهرک نشینان صهیونیست به مدرسه‌ای در اریحا حمله کردند. در این حمله 7 فلسطینی زخمی شدند. قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی مشخص شد. عضو شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی گفت بر اساس مصوبه شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی برای سال 1404 مشخص شد. مصوبات شورا پس از تایید و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. قیمتش رو مشخص کردن، تقریبا کلزار رو 41000 تومان براش قیمت گذاشتن و خدمت شما سویا رو 43000 تومان و آفتابگردان رو 36 تومان، کاملیا رو هم که جز دانه‌های روغنی هستش 36000 تومان قیمت گذاشتن، جو رو 13500 تومان و ذرت رو هم 313500 تومان. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از بازگشایی سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند آوری ظرف یک هفته آینده خبر داد. آقای پژمان‌فر در حاشیه جلسه با رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از رؤسای بانک‌ها گفت بانک مرکزی قول داده همه افراد دارای شرایط دریافت وام ازدواج و فرزند آوری تا پایان سال تسهیلات دریافت کنند. چند تا مسئله رو ما پیگیر بودیم و مصوب شد. یکی اینه که سامانه با سرعت بازگشایی بشه و هر کسی که متقاضی هستش بتونه ثبت نام بکنه. نهایتاً قرار شد که تا یک هفته 10 روز آینده سامانه بازگشایی بشه و کسی رو معطل برای ثبت نام در سامانه نداشته باشیم. این کار مصوب جلسه قرار گرفت. مسئله دوم، قرار به این موضوع ما قرار گذاشتیم که تمامی بانک هایی که امروز دارن فعالیت میکنن، از حساب هایی که اونها دارن چه قرض الحسنه و چه جاریشون، گزارشی داده بشه و سهم اونها رو دقیقا روشن بشه که چه مقدار از تسهیلاتی که باید اینها به صورت وام قرض الحسنه برای فرزند آوری و ازدواج بدن روشن بشه و گزارشش دقیقا به صورت تفکیک از کلی بانک ها ارائه بشه. معاون اول رئیس جمهور معتقد است تلاش اصلی رسانه‌های معاند بر ایجاد تفرقه در کشور متمرکز شده است. آقای عارف در مراسم سالگرد تأسیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به وفاق بین قوای سگانه و همه نهادهای حاکمیتی در کشور اشاره کرد و گفت فضای امروز کشور بسیار خوب و فضای همکاری صمیمانه است و بهترین شرایط برای حل چالش‌ها و مشکلات کشور است. معاون اول رئیس جمهور همچنین از نخبگان جامعه خواست برای حل چالش ها به میدان بیایند و راهکار بدهند.
چالش ها و مشکلات فراوان یا ناترازی های فراوان، واژه جدیدی که در نظام برنامه‌ریزی ما جا افتاده، در بخش های مختلف داریم. اگر بخوایم این ناترازی ها یا چالش ها رو صرفاً از طریق دولت حل و فصل کنیم، خیلی نمیتونیم موفق باشیم. ولی اگر نخبگان جامعه، دلسوزان جامعه به میدان بیان و راهکار بدن، بیان چالش لازمه اما کافی نیست. در این مراسم همچنین از نسخه جدید سامانه جامعه امام خمینی و نرم افزار پاسخ به شبهات و سوالات در زمینه اندیشه های امام راحل رونمایی شد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ضمن تشریح برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر انتقال فناوری و تجهیزات بروز و بدون تبعیض به کشورهای در حال توسعه تاکید کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منطبق با اساسنامه خود موظف است بدون تبعیض تسهیلگر و حامی دسترسی همه کشورهای عضو به فناوری و تجهیزات مورد نیاز باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز به سهم خود در راستای سند راهبردی جامعه 20 ساله مصمم است تا سال 2040 سهم برق هسته‌ای خود را به 20,000 مگاوات افزایش دهد. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین به ادامه همکاری های ایران با آژانس اشاره کرد. تعداد بازرسان منتصب در ایران با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. سهم تأسیسات هسته‌ای ایران 3% تأسیسات هسته‌ای کل جهان است. در سال 2023 21% بازرسی ها از ایران به تنهایی انجام شده است. این حسنیت کشور ما را نشان می‌دهد. دیدار نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه با دبیر شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری توافقات راهگذر شمال جنوب. آقای لویتین در این دیدار گزارشی از پیشرفت توافقات به آقای احمدیان ارائه کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم بر ضرورت تکمیل طرح‌های حمل و نقل و راهگذر در مسیرهای متعدد و افزایش بهره برداری از ظرفیت آنها تاکید کرد. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جلسه دو جانبه با آقای احمدیان در حاشیه نشست امنیتی بریکس تاکید کرده بود روسیه از مسیر مواصلاتی ایران حمایت می‌کند. سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه هم ضمن تاکید بر پایبندی مسکو بر توافقات پیشین با تهران درباره دالان ادعایی زنگزور گفته بود سیاست مسکو در این زمینه هیچ گونه تغییری نکرده است. وزیر اقتصاد در حاشیه دیدار با دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه از تقویت همکاری های ایران و روسیه برای اجرای طرح بزرگ راهگذر شمال به جنوب و اتصال به حمل و نقل بین کشورهای آسیایی خبر داد. به نظر من این بار خیلی مثبتی داره این کریدور، اگر اتفاق بیفته بین در واقع ایران، روسیه، هند و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس میتونه کمک زیادی برای توسعه این کشورها و به خصوص برای انتقال کالاهای راهبردی بین این کشورها باشه. به نظر من این مهمترین بحث بود. البته خب روسیه سرمایه‌گذاری‌های در نفت ما شروع کرده. البته من گفتم از مجموعه در واقع تفاهمایی که شده کمتر از 20% الان عملی شده و من تاکید کردم که انتظار اینه که سرعت بیشتری داده بشه به سرمایه‌گذاریشون. تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه نفت و حمل و نقل از جمله موارد گفتگو میان ایگور لویتین دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه و وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان بود. ترامپ یک بار دیگر از ترور جان به در برد. پس از حادثه تیراندازی به سمت ترامپ که در حال بازی گلف در باشگاهش در ایالت فلوریدا بود، تدابیر امنیتی در اطراف باشگاه افزایش یافت و شمار زیادی نیروی امنیتی در خیابان‌های اطراف مستقر شدند. ترامپ بعد از دومین ترور نافرجام گفته روز بسیار جالبی پشت سر گذاشته است.
برخی در آمریکا موضوع تلاش برای ترور احتمالی ترامپ را نقشه ساختگی برای بالا بردن آرای او در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند. برخی هم می‌گویند چرا هریس و بایدن هدف سوء قصد و ترور قرار نمی‌گیرند. آیا این باز یک شکست دیگر سرویس مخفی امریکاست یا یک نقشه طراحی شده برای افزایش آرای ترامپ؟ پاسخ هر کدام از این دو که باشد، به نظر من شرایط جامعه امریکا اصلا خوب نیست، چون مردم امریکا کم کم دارن مشکلات و نفرت هاشون اینطوری بروز میدن. ترامپ داره توی انتخابات میبازه و اینکه در این شرایط به او سوء قصد میشه، تنها اثر یا شاید هدف از این کار افزایش محبوبیت اونه. به نظرم این کار و این داستان شبیه اقدامیه برای نجات یک بازنده. به هر حال داستان عجیبیه. Amazing story. بایدن و هریس از اینکه آسیبی به ترامپ نرسیده ابراز خرسندی کردند. منابع آمریکایی مظنون تیراندازی به ترامپ را رایان واسلیروس معرفی کردند، کسی که صفحات مجازیش نشان می‌دهد حامی حزب دموکرات است. چند ماه پیش در کیف حضور داشته و طرفدار سرسخت اوکراین در جنگ با روسیه است. تیک تاک به دادگاه فدرال آمریکا می‌رود. 4 ماه پیش با امضای لایحه محدودسازی تیک تاک به دست رئیس جمهور آمریکا، دوراهی واگذاری به شرکت آمریکایی یا ممنوع شدن در آمریکا پیش روی تیک تاک قرار گرفت. اولین باری که حرف تنظیمگری تیک تاک در آمریکا به میان آمد حدود 4 سال پیش بود. کاخ سفید با این موضوع که تیک تاک 100% آمریکایی نیست مشکل داشت. از آن روز این شبکه اجتماعی محبوب در آمریکا هر بار به بهانه‌ای پایش به محکمه‌های آمریکایی باز شد. بار اول با برچسب مشکلات امنیتی. تیک تاک is a major foreign threat. سه ماه بعد تیک تاک دوباره تیتر رسانه‌ها شد. گاردین تیتر زد مدیر عامل تیک تاک 5 ساعت در سنای آمریکا بازجویی شد. این بار بهانه این سوال و جواب اینها بودند: چین، مواد مخدر و سلامت روان نوجوانان. If the CCP tells ByteDance to turn over all data that TikTok has collected inside the US, do they have to do so according to Chinese law? Congressman, first I'm Singaporean. That's fine, but there are employees of yours and ByteDance is in China. We understand this concern. 10 ماه بعد دوباره مدیر عامل تیک تاک نشست روبروی نمایندگان مجلس آمریکا. Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. یکی از رسانه‌ها درباره این جلسه تیتر زد: بیگانه هراسی در کنگره نفس مدیر عامل تیک تاک را گرفت. و این در حالی بود که از کل سهام تیک تاک 60% متعلق به شرکت‌های مستقر در آمریکاست، 20%ش متعلق به کارکنانش در شرکت‌های مختلف و فقط 20% سهامش مربوط به بخش خصوصی چین است. اردیبهشت امسال مجلس نمایندگان آمریکا تصمیم گرفت ممنوعیت این شبکه اجتماعی را از راهی دیگر پیش ببرد، در قالب بندی از لایحه حمایت مالی از اوکراین و رژیم صهیونیستی. این لایحه 5 اردیبهشت امسال به امضای رئیس جمهور آمریکا رسید و دو راه پیش روی تیک تاک گذاشت. Either TikTok یا باید ByteDance تیک تاک را به شرکت آمریکایی بفروشد یا استفاده از آن در آمریکا ممنوع می شود. به تیک تاک 9 ماه وقت داده شد تا یک راه را انتخاب کند. حالا 4 ماه و 21 روز بعد از امضای رئیس جمهور آمریکا، رسانه‌های غربی تیتر زدند امروز تیک تاک در آمریکا به دادگاهی می رود که سرنوشتش را در این کشور مشخص می کند. تیک تاک پیشتر اعتراض کرده بود که دوراهی مسدود شدن یا فروش سهامش غیرقانونی است. رسانه ها حد زدن که در این دادگاه قرار است مقامات آمریکایی ضد اعتراض تیک تاک توجیه بیاورند. فاطمه عابدی، خبرگزاری صدا و سیما. سومین نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران، رستا، در مصلی امام خمینی گشایش یافت. علاقه‌مندان می‌توانند تا 29 شهریور از ساعت 10 تا 18 از این نمایشگاه بازدید کنند. آغاز سومین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر رستا با چند رونمایی. رونمایی از صفحه ساترا در تلویزیون. محتوای تهیه کننده هاتش قرار میگیره،
هر کسی که در واقع محتوایی تولید کرده و بستر انتشار ممکنه نداشته باشه میتونه در اونجا محتواشو منتشر بکنه. داشته باشه، قبلا هم منتشر شده باشه، قابلیت انتشار داره اینجا دیگه. رونمایی از زیرساخت‌های جدید ساترا، اونی که رتبه‌بندی امتیاز بالا داره، شما واسطه هستید بین اون سکو یا اون محتوا با ظرفیت صدا و سیما برای اینکه بشه بهش یک بله ویژه‌ای داد. بله، مزیت‌های اونا حمایت ها میشه که یکی از حمایت یه واسطه بشه ساترا. بله، یکی از حمایت ها ارتباط با سازمان برای اینکه بتونه امتیاز بیشتری بگیره. و تشکیل ستاد هوش مصنوعی سازمان صدا و سیما. رصد محتوای به اصطلاح دارای مجوزها. بله. این به صورت انسانی اتفاق میفته، هوش مصنوعی چجوریه؟ در حال حاضر انسانیه ولی قراردادهای بسته شده که انشالله هوش مصنوعی به کار گرفته میشونه با هوش مصنوعی تصویر سازی بکنه. اونجا حدود 300 تا رشته مهارتی کاربردی وجود داره که 80% اینها رسانه‌ایه. در سومین دوره نمایشگاه رستا 124 سکوی صوت و تصویر حضور دارن. به عنوان برنامه‌های جانبی نشست‌های تخصصی داریم در اون قسمت صبح و بعد از ظهر برای فعالین صنعت، سکودارها و مردم. تالار هوش مصنوعی داریم که بازدید کنندگان محترم میتونن حضور پیدا بکنن و گواهی نامه مهارت کار با یک ابزار هوش مصنوعی در تولید محتوا رو کسب بکنن. نمایش فیلم و مجموعه های جدید همچنین آزمون گویندگی از جمله بخش های جنبی این نمایشگاهه. مصلای تهران تا 29 شهریور از ساعت 10 صبح تا 18 میزبان علاقه‌مندان به رستاست. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما. شرکت خصوصی آمبولانس متخلف شهر قدس مهر و موم شد. رئیس اورژانس کشور گفت با عوامل آمبولانس حاضر در مجموعه ورزشی شهدای شهر قدس که دو کارگر مصدوم در حادثه برق گرفتگی را به مرکز درمانی منتقل نکرده بود برخورد قانونی شده است. ببینید شهر قدس در ارتباط با مسابقات ورزشی اینا، خب اینا فدراسیون ورزشی دارن و به اصطلاح فدراسیون پزشکی دارن، خودشون خدمات درمانی رو انجام میدن یا به اصطلاح از بخش خصوصی استفاده میکنن. خب توی ماجرای شهر قدس هم یک آمبولانس خصوصی بوده، یه قراردادی باشون داشتن و اونجا مستقر بوده. ببینید ما کلن یه قانونی داریم در ارتباط با قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین. حتی من پزشکم اگه دارم رد میشم یه اتفاقی افتاده با لباس شخصی، موظفم برم اون صحنه کمک بکنم تا نیروی امدادی برسن. این آمبولانس خصوصی هم باید میرفتن اون خدمات رو انجام میدادن، زنگم میزدن به 115. شاید اونا نمیتونستن بر اساس قراردادی که داشتن، بازم میتونستن قراردادشون وش کنن و این مصدوم رو کارش رو انجام بدن. زنگ میزدن به 115 میگفتن یه همچی اتفاقی افتاده، ما کارهای اولش انجام دادیم، بیاین این مریض رو منتقل کنیم. نه تنها تماس نگرفتن بلکه خودداری از کمک رسانی هم کردن که ما امروز دستور پلوم این مرکز رو دادیم و معرفی کردیم به تعزیرات که برابر قانون به اونها برخورد بشه. چند روز قبل هم یک هوادار فوتبال در ورزشگاه دچار حمله قلبی شد، اما آمبولانس حاضر در ورزشگاه حاضر به کمک نشد و متاسفانه هوادار فوت کرد. ناظر بازی گفته بود آمبولانس فقط برای ورزشکاران است. هوادار ما غش کرده، حالش به هم خورده، افتاده اونجا، آمبولانس نمیاد. یه جای جون انسان قانون نمیطلبه، انسانیت میطلبه. درو باز نکردن به ازاوش آمبولانس، بعد 10 دقیقه بردن، همین الانم هم تموم کرد تو بیمارستان. آغاز جشن‌های هفته وحدت در سراسر کشور، دیشب و امروز در استان‌های مختلف جشن‌هایی با حضور شیعیان و اهل تسنن در کنار هم برگزار شد. جشن‌هایی که نماد وحدت است. جشن است، جشن ولادت پیامبر وحدت. تبریک ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله. انشالله که باعث وحدت بیشتر مسلمین بشه. هفته خوبی باشه. شیعه سنی در کنار هم با هم خوب باشن. تبریک و تهنیت عرض می کنم
هفته وحدت رو. مبارکی این ایام باعث شده جشن در جشن بشه برای خیلی از جوونا. مراسم عقدمون هستش. دیگه خانواده تصمیم گرفتن تو این هفته که هفته وحدت هست باشه خوشیومتره. مردم از اهمیت هفته وحدت هم گفتن. فرصتی برای مصداق آیه واعتصموا بحبل الله. تمام مسلمانان پیرو به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستن، چه شیعه و چه سنی. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بهترین مرجعی است و دستاویزی است برای که مسلمانان به بهانه اون بالاخره بار دیگر تجدید میثاق بکنند. میتونه واقعا زمینه بسیار خوبی باشه، فرصت بسیار خوبی باشه برای اجتماع مسلمانان در این جشن، در این عیاد مبارکه. و حالا کنار همیم و این وحدت شده عنصر اصلی قدرت مسلمانان در مقابل دشمنان. همدل و همراه بشیم میشیم یک قدرت غیر قابل نفوذ. اگر مسلمان ها در کنار هم باشن و ید واحدی باشن، قطعا و یقینا هیچ دشمنی نمیتواند بر اسلام و مسلمین فائق و پیروز بشه. انسجامی که بین ما هست الحمدلله والمنه زبانزد هست. دشمنان اسلام از هر سو برای براندازی اسلام نقشه میکشند. تنها چیزی که میتواند ما را نجات بدهد و از این گرفتاری ها همه مردم مظلوم عالم بمیشه مردم مظلوم غزه را نجات بده وحدت بین مسلمین. انشالله تعالی مسلمانان با هم نزدیک بشن به وحدت شعاری و وحدت عملی با هم داشته باشن. هفته وحدت، هفته که نماد همبستگی و همدلی شیعه و اهل سنت، از 12 تا 17 ربیع با جشن هایی در مناطق مختلف ادامه داره. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما. دبیر اجرایی نخستین جشنواره جایزه جهانی شهر شعر گفت شاعران و ایده پردازان می توانند آثار خود را در 4 بخش با موضوع آزاد تا 30 آبان ارسال کنند. رویداد بزرگ جایزه جهانی شهر شعر که به همت سازمان فرهنگ و هنری شهرداری تهران و سازمان زیباسازی شهر تهران امروز فراخوان خودش رو اعلام میکنه، یک رویداد متفاوت و با شکوه در حوزه‌های مختلف برگزار میشه. موضوع اصلی موضوع آزادی است که شاعران ما در هر موضوعی که دوست دارن بتونن در این جشنواره شرکت کنن و یک بخش ویژه صلح و عدالت و غزه عزیز هم در این جشنواره دیده شده. پیکر 32 شهید دفاع مقدس در سردشت تشییع شد. پیکر 8 شهید مربوط به اسرای زندانی در زندان دولتوست که با دست و پاهای بسته به دست گروهک های ضد انقلاب به شهادت رسیدند و پیکرشان در محور دولتو تفحص شد. حالا پس از 40 سال فیلمی را که با خاطرات اسرای این زندان ساخته شده مرور میکنیم. اردیبهشت از نیمه گذشته بود که آمدند. دقیقاً 17 اردیبهشت 1360 دو میگه عراقی آمدند. روز 17 اردیبهشت ما نمی‌دونیم چه خبره. صبح ما رو بردن بیگاری، رفتیم بیگاری، اومدیم دیدیم کسانی که پشت تیربار بودن، نگهبان ها، اینا هیچ کدوم نیستن. تو اون فاصله یه وقت دیدیم 2 هواپیما رو سرمون ظاهر شدن و مثل نقل و نبات بمب ریختند روی یک موقعیت مشخص، روی زندان دولتو توی یک روستا نزدیک سردشت آذربایجان غربی. 50 کشته و 50 زخمی نتیجه گرای آدم فروش های کومله و فراری های ارتش شاهنشاهی بود. با زدن اونا میخوان از ما زهر چشم بگیرن. 3 سال بعد با خاطرات و اسناد اسرای زندان دولتو گفتن صاحب مرد. صبح بلند میشدیم، شب تا صبح از اول تاریکی تا آخر روشنایی تا اول روشنایی صبح حق نداشتیم بیرون بریم از زندان. یک فیلم ساختند و چه اسمی بهتر از خود زندان دولتو برای آن؟ خودمختاری خلق کرد. با ترکیبی داستانی برآمده از واقعیت این قصه را ساختند. با بازی عبدالرضا اکبری و احمد رضا درویش که بعدها کارگردان شد. قصه از این قرار است. 5 نفر از اعضای جهاد سازندگی که به کردستان اعزام شدند و می‌خواهند مدرسه بسازند. اما اعضای حزب دموکرات راحتشان نمی گذارند.
در نهایت به دست دموکرات‌ها اسیر می‌شوند. رفته بودیم که دکل مخابراتی منهدم شده رو در واقع به اتفاق دوستان درست کنیم که نیرو ببریم برای سازندگی اونجا، که در راه برگشت خوردیم به تاریکی هوا و کمینی که حزب منحله دموکرات زده بود و به زندان دولتو در روستای دولتو منتقل می شوند. 23 روز ما رو شبا پیاده توی این کوها بردن که شناخته نشیم. زمزمه عملیات مشترک سپاه و ارتش که به گوش دموکرات ها می رسند، واسمون نیرو می رسه، ارتش و سپاه و جاندارمری با هم جلو میان، بهتره فعلا بیاین این طرف. تصمیم می گیرند فرار کنند. قبلش گرای منطقه را به عراقی‌ها می‌دهند. اینجا دولتوست، مقصد پرواز. و در نهایت اسرای ایرانی قتل عام می‌شوند. 43 سال از آن روز گذشته و حالا شهدای آن زندان با خاطراتشان به روی شانه‌های همین مردم تشییع می‌شوند. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما. ماهواره بر قائمه 100 نیروی هوافضای سپاه دو روز پیش در دومین پرتاب فضاییش ماهواره چمران یک را با موفقیت در مدار قرار داد. قرار است سال آینده از ماهواره بر قائمه 105 رونمایی شود. این در حالی است که آمریکا سالهاست با تحریم صنعت فضایی تلاش می‌کند مانع پیشرفت فضایی ایران شود. من رئیس سازمان اطلاعات نظامی عراق بودم. نیروهای سازمان سیا در بغداد همراه من بودند و در عرصه های مختلف به ما کمک اطلاعاتی می کردند. رفیق سامرایی در کتاب ویرانی دروازه شرقی هم از این همکاری ها بیشتر می نویسد، از ارسال عکس های ماهواره آمریکا به صدام. ماهواره فناوری بود که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران قرار گرفت. تنها چند کشور آن را در اختیار داشتند و ایران هم از داشتن آن بی بهره بود. با پایان جنگ ایران تلاش ها را برای فضایی شدن جدی تر کرد و توانست به پیشرفت هایی برسد. تلاش دانشمندان ادامه داشت تا زمانی که ایران به دانش حضور در مدارهای بالاتر رسید و آن زمان بود که صاحبان دانش فضایی با تابلوی ایست وارد میدان شدند. شهریور سال 98 وزارت خزانه‌داری آمریکا سازمان فضایی، مرکز تحقیقات فضایی و پژوهشگاه هوافضای ایران را تحریم کرد. پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا هم در توییتی از متحدانشان خواست در این تحریم همراه آنها باشند. تلاش‌ها اما برای جلوگیری از حضور ایران در فضا به تحریم محدود نشد. مهر ماه سال 1399 نیروی فضایی آمریکا در جنوب خلیج فارس مستقر شد در پایگاه العدید قطر. اسکای نیوز در گزارشی هدف از راه اندازی پایگاه فضایی قطر را مقابله با ایران دانست. رایان بیدن، عضو سابق نیروی هوایی، در گزارش آسوشیتد پرس تاکید کرد ایران در بسیاری از عرصه‌ها در مقیاس‌های بزرگ کارآمد شده و این نگرانی وجود دارد که ایران بتواند در ارتباطات پهن‌باند نظامی تداخل ایجاد کند. دارین کیمبال، مدیر انجمن کنترل تسلیحات آمریکا، هم گفت علاقه ناگهانی سپاه به پرتاب ماهواره نگرانی‌های آمریکا را تشدید کرده. این چند کشور تسلطشون بر دنیا رو به واسطه انحصار علم و انحصار فناوری تعریف کردن. بخشی از این هیاهویی که اینها میکنن به خاطر اینه که این انحصار شکسته نشه. ایران اما حالا در کنار آن 10 کشوری است که چرخه کامل ماهواره را دارند، هم فناوری طراحی و ساخت ماهواره را و هم توانایی و دانش پرتاب آن را. سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.